دوستان و بینندگان خوب و عزیزم، سلامی گرم بر شما عزیزان. من شهرام پیرالی هستم از شبکه جهانی تودی تی وی. برای عزیزانی که منو فالو میکنن، شان شهرام پیرالی اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب جدید که شما عزیزان خیلیاتون سابسکرایب کردید، بسیار متشکر. و برای عزیزانی که شو رو دوست دارن هفتگی ببینن، ازتون خواهش میکنم جی ال ویز هاتون رو دانلود کنید روی تلفن هاتون، مجانیه و میتونید به صورت لایو برنامه های ما رو اینجا در تودی تی وی ببینید. امروز میهمان بسیار خوب و گرامی، دوست بسیار خوب، خواننده محبوب کشور، راشید عزیز میهمان بنده است. شهرام جان خوشحالم که میبینم این عزیزم، ممنونم از دعوتت. مرسی، لطف کردی. قربونت عزیزم. بالاخره اومدی ها. دیر کشید ولی اومدی. سوخت و سوز نداشت، دیر و زود داشت ولی سوخت و سوز نداشت دیگه. خوشحالم که بالاخره تونستیم این اتفاق بیفته. یه سال نگهداری. هشت نو ماشه. فقط هشت نو ماشه. من نمیدونم چی بگم الان به بینندگان. هی قول دادیم، گفتیم راشید میاد، راشید امروز، فردا، این ماه. ولی میدونم که نباید اینو بگم، ولی متاسفانه چالش های بسیاری در زندگی شخصیت بوده و من به این موضوع بسیار احترام میذارم. میدونم که سخته و متاسفانه زندگی به قول معروف همیشه میگن بالا و پایین داره. 100% همینطوره. به هر حال زندگی اون چالش های خودشو داره، اون چالش هایی که باید هممون به نوبت، حالا معلوم نیست کی کجا، ولی به نظر میاد که همیشه باید آماده بود. آماده جنگ و نبرد. ببین، یه شخص بسیار نالجبل و فهمیده ای. چندین سال پیش، شاید خیلی سال پیش، بهت بگم 15-20 سال پیش به من گفتش که زندگی مثل یک رولر کوستر میمونه. یعنی زیباترین تویی که من زندگی رو میبینم یا میتونم دیسکرایب کنم به بینندگان یا دوستان، اقوام، خانواده، اینه که هیچ وقت به یک فرم نمیمونه و ما انسان‌ها باید بتونیم تا اونجایی که میتونیم با این پیچ و خم‌های به قول معروف بالا پایین‌ها و پیچ و خم‌های زندگی اجاست کنیم و منیجش کنیم. یه هنرپیشه بسیار بزرگی که هممون خیلی دوستش داریم، سیلوستر استالون، راکی، گفتش که life is a series of problems. You just have to know how to manage them. به فارسی میگم لایف پرابلم های بسیار بزرگی داره درش و ما باید یاد بگیریم چجوری پرابلم ها رو منیج کنیم. بله، خود همیشه تفسیر و برداشت ها زیاده، طبیعتاً خیلی هاشم خب قابل فهمه و خیلی مهمه و مهم اینه که مردم چجوری اپلای میکنن به زندگیشون. شنیدن یه چیزی، اپلای کردن و در جریان گذاشتن و اجرا کردن چیز دیگه. حالا یکی دیگه هم میگه آقا خوشبختی رو شما تعریف کنیم، میگه فاصله این بدبختی تا این بدبختی این وسط اتفاقی نیفته، یعنی خوشبختی. در حال ما به قول معروف یه داستان خیلی کوتاهی هست، حالا یه چند دقیقه دیگه خدمتتون میگم. بله، ولی خب بیشتر انگار این گپ ما داره به حالت درد دل میرسه. سال عجیب غریبی بود برای ما، برای همه، که برای همه. ببین اصلا این دو سه سال اخیر هیچی به غیر از چالش نبوده واقعا. صد در صد. یعنی واقعا باید احسن بگم به تمام انسان‌های کره زمین، نمیگم ایرونیای عزیز، هموطنان عزیزمون که حالا از هر کجای دنیا برنامه رو میبینن، ولی اصلا کلا این سه چهار سال اخیر دنیا چالنجینگ بوده. بله، سخت بوده. ما یه تغییرات کلی در راه هست، هم به خاطر شرایط سیاسی اقلیمی و خیلی حتی وجود تکنولوژی و AI و تبدیل قدرت از نظامی به تکنولوژی و سایبری و خیلی چیزهای دیگه. خب اینا طبیعتا ما یه درونی یه چالش و یه تغییرات عجیب، ترانزیشن خیلی چیزتر هستیم، قویتر و جدیدتر و مادرنتر و ناشناخته تر. هی زمان میکشه تا ببینیم قرار اینا چه اتفاقایی، چون ما همه میدونم خب AI هست و الان چهار تا عکس میذارن، چهار تا صدایی رو نمیذارن رو اون، ولی ما حالا خوبیش یا فاجعهش رو در آینده هنوز نمیدونیم چه اتفاقایی در انتظار ما هست. اینم برمیگرده ما چجوری تکنولوژی رو در خدمت بشریت یا خودمون میگیریم، که متاسفانه در این روزها خب همه به خاطر قدرت و داشتن کنترل طبیعتاً هر کسی میخواد از این بهره مند بشه. به هر حال حالا یه ذره میدونی که من خودم اولین کسی هستم که
در شاید هر تلویزیونی اولین شاید بهت بگم گفتگو رو با یک دونه AI representative که باشه یه دونه ربات با یه آدم آهنی. شما رو پیج بنده بری یا عزیزانی که برنامه رو میبینن اگه رو همون شان شهرام پیرالی برید رو اینستاگرام و فیسبوک میبینید که مال لاس وگاس برای کنسرت اونجا بودیم ایام کریسمس که هر سال همه ایرانی ها میرن، ما رفتیم به دیدن اسپیر، شوی اسپیر که هایلی رکومند میکنم اگه رفتین با خانم عزیز یا با خانواده حتما برین، خیلی زیبا بود. ببین اصلا میبره تو دنیای فیوچر و آینده. بعد اون پایین تو لابی تا بالاخره بعد بالاخره خب تایم سپند کنید، ورم اپ کنید، یه غذایی، یه درینکی تا شو آماده بشه براتون سرگرمی گذاشتن تو لابی. ربات های اصلا مثل انسان باهاتون صحبت میکنن. آقا من با ایشون اینترویو کردم یه دقیقه گذاشتیم رو استوری، هر چی من سوال میکردم، هر انگلی رو که من به این هت میکردم ببینم خب مثلا اینجا خراب میکنه یا جواب بد میده، دیدم نه این از من و شما حواسش جمع‌تره. سو هم ترسناکه راشید، منه همین که افتخاره برای جامعه بشریت و humanity. بله افتخارش زمانیه که مثل فکر میکنم نه اینشتین وقتی فرمول دینامیت رو وقتی نوشت یه دونه چیز کرد فقط آخرش نمیدونم خدا I hope که امیدوارم درست گفته باشم، ولی یه چیزی که نوشت گفتش گفتش که من اینه فقط ساختن برای راهسازی و سهولت زندگی انسان ها، برای شهرسازی، کندن طولنها، انفجار سنگ هایی که بتونن ماشین‌ها و قطار اینا از اینجا رد بشه، ولی لعنت می‌فرستم به کسی که این مواد منفجره رو بخواد در راه کشت و کشتار استفاده بکنه که همین متأسفانه که کردم تموم شده رفت. حالا به حال همه چی برمیگرده به خودمون، ما داده ها رو خب زمین هم میشه، کره زمین، همه این امکانات هست، همه این انرژی ها هست، همه این چیزا، ولی ما به سمت سوی داریم پیش میریم که مردم به هر حال باید یه جوری هر کی یک ولو کوچیک هم شده دخالت داشته باشن در آینده خودشون. به هر حال زیاد نمیخوام بحث فلسفی کاملا اتفاقا این بحث خیلی قشنگ و زیباست، اتفاقا آدینس و مردم و بینندگان دوست دارن چون که واقعا دنیا داره عوض میشه. این ای آی که الان شما گفتی خب مسلما یک خواننده و هنرمند در کنار من نشسته، شما میدونی که الان شعرم مینویسن دیگه واسه چی آهنگساز میگن نه اصلا اگه بدونین حتی یه مجموعه چیز هست در نتفلیکس اینو هم ببینید، یه فیلمی هست که اصلا اینا دارن چالش میکنن بازیگرایی رو که توی فیلم های هالیوود مشهور هستن و اینا رو در قالب فیلم یه جوری میکنن انگار که شما مثلا شنیدن. این طرف داره بازی میکنه، داره امکان نداره بفهمید که اینا براشون خب سو کردن، گفتن ما یا باید اجازه بدن که نقش و صورتشون در AI استفاده بشه و اونا دیگه هر سناریویی رو بدن میتونن بدن انگار که اون طرف مقابل داره بازی میکنه. باور نکردنیه. الان من شنیدم که تو این دو سه ماه اخیر مخصوصا که خب رو پروگرام‌های قبلی برنامه‌های من خیلی چیزا رو ما کاور می‌کنیم، هفته‌ای که خوانندگان و هنرمندان نیستن معمولا 4-5 تا سابجکت خوب انتخاب می‌کنیم درباره‌اش صحبت می‌کنیم و خیلی از دانش آموزان در های اسکول، کالج، دانشگاه، هر جا دیگه می‌دونی ورقه‌ها رو نمی‌نویسن، میدن AI حق می‌نویسه، فردا صبح میرن میدن آقا تحویل پروفسور بفرمایید، یه دونه A یا A پلاس هم میگیرن یا حالا به ایرونی 20 به آمریکا 100 تموم شد و رفت. به هر حال امیدوارم که این تکنولوژی باعث بانی این بشه که ما زندگی بتونیم بهتر هموارتر بکنیم، زندگی قشنگتر در جای درست استفاده بشه. امیدوارم هم تو، ولی خب به هر حال باید مردم سهیم باشن، از کارهای روزمره شده بی خیال و از هر مسئله رد نشن. این خیلی مسئله مهمیه. به هم دیگه آگاهی برسونن، شیر بکنن اطلاعات، همونجوری که ما شیر میکنیم پشت این دوربین. ولی هر چقدر هم خیلی از دوستان شاید خودشون خیلی نالجبل و خیلی فرهیخته و دانشمند هم باشن، همه خیلی اصلا عزیزانی که ببینم ما پیششون والا بی‌سوادیم. ولی خب برای اون دسته از افرادی که شاید براشون جالب باشم یه موقع این بحثا که پیش میاد به فکر فرو میرم، یه مقدار بیشتر کند و کاف میکنن، آواش میکنن که ببینن دوروبرشون چه خبره و سهیم باشن در تصمیم گیری هایی که قرار دولت، قرار مثلا عوامل بزرگتر و کسان دیگه بیان در رابطه با زندگی و سرنوشت خودشون، بچه هاشون تصمیم بگیرن.
برحال سعی کنیم بیشتر کنترل زندگیمون در دست خودمون باشه تا دولت ها یا بله برحال مهم حرکته، مهم حد چقدر بلند قدم رو برداری نیست، مهم خود قدمه که برداری. برحال خب آقای بسیار خوشتیب فدای شما، دنیای موزیک چه خبر برای راشید؟ میدونم که مدتی کم پیدایی خبر. و حالا دربارش صحبت میکنه به قول معروف میگن one step at a time. بله. و میدونم که چند تا کار جدید در راه داری. نه. حالا دربارش صحبت میکنیم مسلماً. و خب مسلماً به نظر من هر خواننده‌ای، هر هنرمندی که مثل خودت سابقه داره و قدیمی هستش و کارهای قشنگ و زیبا ارائه داده به مارکت، باید توی صحنه باشه، اکتیو تر باشه، چون که مردم و اون فنهایی که داره، اون طرفدارهایی که داره همیشه اکسپکت میکنن، دوست دارن کارهای جدید از اون هنرمند ببینن. و تو یکی از اونهایی هستی که آهنگات بسیار به دل مردم نشسته، خاطره باش دارن، ساختن، میسازن هنوز و هنوز توی مهمونی ها، عروسی ها، کنسرت ها، تولد ها آهنگای زیبای تو including تولد خود بنده و شهرام عزیز آهنگای شما و خودت هم که دیگه لایف افتخار دادی. اینه که اکتیویتی کم بوده، یه مقدار توضیح والا بذار بدیم خلاصش کنم چون حوصله شاید بینندگانم خارج بشه. اول بریم تو موزیک. موزیک در مورد تو و موزیک دارم عرض میکنم. شما اگه میتونید که میدونید من خب نزدیک از 1986 به طوری خیلی جدی کار شروع کردم. پس 1986 در تورنتو کانادا. 1986 بند داشتم، بند بزرگ و سالها ما 10 سال اونجا. بله 10 سال اونجا من برنامه‌های هر هفته یه کلاب و چیز داشتم. کجا بودی؟ تورنتو. تورنتو. بله. کانادا. بله. خب که البته الان نگفته نمونه که 23 مارچ هم دارم میرم برای کنسرت اونجا. بله. ولی خب لوپ کلام اینه که ما اکتیو بودیم، فعال بودیم، ولی چون رشته اصلی که قرار پشت پنجره بشینه و به مردم نشون داده بشه دست یه سری مافیاست بدون تار. و این قضیه خب ما باید یه حالت چیزی داره به قول معروف، یا باید بریم سرمونو کج کنیم و گردنمون توقو بندازن گردنه، یا اینکه مثلا به قول معروف راه باز نیست، ساده نیست. شما باید هفخان رستم مثلا رد بکنی، هزار جور باج داده بشه، هزار جور امضا و هزار جور به قول معروف مردم نمیدونن چقدر نمیدونن سخت، خیلی بیزینس از پشت صحنه متاسفانه چالشش زیاده. برنامه گذاره ما به قول معروف شدیم جریان نون ماستمون رو میخوریم و سرمون که خود کار خودمون گرمه. فعالیت هم توی اینستاگرام به هر حال هست کما بیش. ولی اینستاگرامت هم بگو تا بیرندگان راشید میوزیک هستش، RUSHID. بله همون جوری که روی سکرین تلویزیون هست. بله راشید میوزیک. و خدمت رو از کنم حالا چهار تا کار جدید دیگه داره میاد، ولی من حدود 53 تا ترک زدم. این چهار تا میاد میشه 57 تا. 57 تا ترک. خب به هر حال 4-5 تا کارام گرفت از زمان قدیم نوستالژی شد و همون اسم اون فیوریتاتو با همون شیر میکنی؟ به هر حال اون کار اولم که خوب گرفت از شاهکار آقای جانباش چیز آقای مرچه چشمازر بود. بله. آقای شیبانی، علی شیبانی و به نام گرفتار همون گرفتار. الهی تب کنم شاید پرستار. بله. بعد خورشید خانم بود که آقای فرخ آقایی به زحمت کشید خانم. بله روح آقای کبیر کنم شاد، ایشون هم شعرشو گفته بودن. و خدمت رو عرض کنم شهریار جان خیلی زحمت کشید تو چند سری کارهای اول من، دو آلبوم دوم به حال آهنگ زنگ صدا بود بعد از اون که آلبوم دوم اونم گرفت و در ایران خیلی خیلی ریسپاند من خوبی گرفتم ازش. بله. در کنارش هم کارهای دیگه بود، مثلا من آهنگ بازخونی مبارکباد زدم که خیلی آهنگ مبارکباد عروسی خیلی بازتاب خوبی داشت و خیلی از دیجی ها کلن آهنگات بیشتر شاده آدم مشروعی میخواد از صندلی بپره. بله جدیدن هم که خب هست حالا موفیفه ایش آهنگ های دیگه کلام. ولی خب کارهای دیگه هم در کنارش بوده، تلفیقی از آهنگ های زر اسلوتر و کارهای یکی دوتا کار خیزشی بود که در این دوران که اتفاق افتاد اجرا کردم دیگه. حالا پخشش و جریانات دیگه‌ای که قرار اتفاق بیفته پشت ویترین میدونید که دیگه دست خیلی هنرمند نیست، دست کسایی که اگه واقعا احساس مسئولیت بکنن رسانه
و اون افرادی که زینف هستن و مافیای خودشون هستن یه چیزیه که امان از دست این مافیای انترتینمنت مخصوصا مافیای لس آنجلس. یه کاریت میکنن شما میگی میدونی چی اصلا همین میخونم و هدیهش میکنم به مردم، حالا به جای 5 میلیون نفر بزن 50,000 نفر بزن. دقیقاً ببین با همون ما راضی شدیم. میخوام برگردم به تاریخچه خاطرات و گذشتت. اولین باری که راشید احساس کرد دوست داره بخونه چند سالش بود؟ مطمئنم که یک کودکی بیشتر نبوده. بله. چند سالش بوده راشید؟ من فکر میکنم حدود 10 یا 11 سال. 10 یا 11 سال. حتی تو محل میخوندم یه فیلم بود به نام بابا نانداد. تو محل میخوندی برای دوستان؟ فیلمی بود به نام بابا نانداد. خب. در این فیلم یه پسری بود که با خدا بیامش بهکم آوردی بازی میکرد. I love him. یه دوتا شعری تو هم بود که اون روزای زمان طفولیت ما خیلی معروف شده بود. من اون رو میخوندم و همسایه دوستان هر که دوست داره همش میگفتم من رو میکشتم یه آهنگ بخونم. نه بابا تو که همسایه ببینم بعد تمام شعر رو حفظ کرده بودی؟ بله بله. خیلی جالبه. خب اونم یه خاطره بود. بعد توی یکی از فیلم های بیکی مان بردیم. بله، ولی اوایل انقلاب یه بندی تشکیل دادیم که یکی دو جمع ما رو گرفتن. ایران بودی جا؟ ایران. تو چه شهری؟ تهران بودی. پس خودت کجا به دنیا اومدی؟ من اصلیتاً بچه نارمکم. بچه نارمک. بزرگ شده نارمک. بگو کی نارمک. چندین سال مادر بزرگ بند. جدی آخه عزیز. مادر پدر. یه خونه داشتن دو سه طبقه نارمک، خودشون هم لندورد بودن یعنی صابخونه بودن، بعد یه بقالی هم اونجا بود به اسم آقای شریعتی بلده. که من از بچگی ما 8-9 سالگی از ایران اومدیم هنوز یادمه تو ذهنم هم هست نارمک. یه سری هم من همبازی داشتم، بعد عمم اینا هم یکی از عمه هم اونورتر یه میدونی بود هفت حوز یه میدونی به اسم هفت حوز. ببین باورم میشه 9 سالم بود اومدم بیرون. خلاصه خب پس بلده. بچه نارمک به هر حال اصلا نارمک بعد... چند سالی هم البته زفت بودیم که دیگه اواخه، ولی خب ما خودم تعلق نارمک بودم چون اونجا بزرگ شدم بچگیم خاطراتم هم اونجاست. بعد خب 10-11 سالگی زمزمه شروع شد. بعد چند سالگی تو مهمونی ها میخوندی شروع کردی؟ اونجا مهمونی چند تا اول انقلاب بود، ولی خب به خاطر ضرب شدی که موارد شد و اصلا کتکر خوردی دیگه خب طبیعتا مجبور شدیم جمع بکنیم، نتونستیم ادامه بدیم تا اینکه اومدم. چند سال بود اون موقع؟ فکر کنم طرفش 16 دیگه مایه ها بود، بین 15 تا 17، ولی آن آف با بچه ها تو خونه بندی داشتیم کار بکنیم. پس اونا میزدن شما میخوندن؟ بله زدن و خوندنمون هم که به صلاح حالت مثلا تومبا بود و یک کیبورد بود که آره. خودش اسپیکر داشت آره. یکم بچه جاز کامپکت داشت همون چیزایی که تو فیلم ها میبینی همیشه بله هنرمندا با برای همون خلی. پایه و اون اولیه شروع میکنن. بله آره. در دیگه سال 1986 هم که اومدم علناً به تورنتو کانادا. ولی آیا پروفشنالی شروع شد؟ 1986؟ نه ایران شروع نشد. بعد که از ایران اومدی بیرون به کجا کوچ کردین؟ به تورنتو. من یک سال ترکیه بودم و من پدرم 10 سالگی فوت کرد. خدا بیامرزه. مادرم، خواهرم، با برادرم دیگه همه خانوادگی در جای کمه کوچ کردیم. منم 24 سالگی از دست دادم پدرم. خدا رحمتش کنه. اینجا نگاش داری؟ میخوایم یه دونه از میوزیک ویدیوهاتو ببینیم. اولین کاری که من میکنم این آهنگ من خودم انقدر دوست دارم، استودیو ما شبکه جهانی تودی تیوی این آهنگو به خودت، آهنگ خودت رو به خودت کازو میدیم و با این شروع میکنیم و بینندگان عزیز بذار حداقل چند تا از خاطراتشون زنده بشه، همینطوری که من و تو با هم دیگه گپ میزنیم و خاطرات زنده میشه، برن تو این آهنگ و ببینن چقدر خاطره دارن با این آهنگ. بله این صحبت خوب باید این سنی آهنگ که قراره این چند تا آهنگی هم پخش بشه صحبت 20 سال پیش. آفکورس 100% و امیدوارم که آهنگ تداعی بشه، خاطرات خوب و بعضی چیزها رو من از دوستان میبینم، یه موقعی میبینم روی ویدیوهایی که پخش میشه روی اینستاگرام، کامنت هایی که اون زیر میبینم برای من هم به من شعف میده، هم منو خب به هر حال دگرگون میکنه. آف. چون بعضی از دوستان لطف دارن میگه یادش بخیر ما این آهنگ مثلا چقدر با خانوادم خاطره داشتن بحب. الان نیستن در زندگی کردن باش در حال. خب بینندگان عزیز میوزیک ویدیوی راشید عزیز رو میبینیم و برمیگردیم با شما عزیزان. چشای تو زنگاریه، به رنگ میناکاریه، از خوشگلیت من چی بگم، باغ پر از گل کاریه، دلم به دنبال توه، دل خوش حرفای توه، دلم یه عمر عاشقه، خنده یه لبهای توه، آسمونم آبی شده.
خانم قشنگه سرخ و سفید دو رنگه باشید خانم قشنگه سرخ و سفید دو رنگه دوستان و بینندگان عزیز، من شهرام پیرالی هستم از شبکه جهانی تودی تی وی، اینجا با هنرمند محبوب کشور راشید عزیز. برای عزیزانی که تازه تلویزیون رو باز کردید، آقا چه آهنگی، هنوز که هنوزه اصلا این آهنگ رو که میشنوی، ببین همین الان میخواستم بلنشم از آقا این بچه ها کلی عشق پای این آهنگ رفته، جوان ها رو دیدیم برای همه ایرونی الان بهت قول میدم، همشون ایرونی، هر کی برنامه رو دیده چه اینجا تو کالیفرنیا، آمریکا، ایران، اروپا، هر جا دیدن الان بلند شدن یه رقصی. ان شاء الله ما با همین امید میخونیم همون میشه برقصن، شاد باشن. خاطر سازه هستن. بله یادش بخیر. 10000 بار هم اینو گوش بدی بازم میخوای بلند شی. الان شد 10001. دقیقاً. خب شما در سال چند بود به آمریکا کوچ کردید؟ یادت میاد 1996 1996 بذار بهت بگم راشید چه اتفاقی افتاد در 1996 1996 المپیک اومد به آمریکا و در آتلانتا بود. برای هموطنان عزیزی که منو میشناسن در اون طرف کشور از برنامه گذاری، 1996 المپیک اومد به آمریکا، المپیک سامر گیمز، و توی آتلانتا بود. تو من دیگه خیلی جشن و شادی و خب مسلماً 7-8 سال قبل آتلانتا این برده بود و خیلی رشد و گروث برای آتلانتا داشت. و شما اون 1996 تشریف آوردی دایرکت به لس آنجلس؟ نه اوکی. اومدم شمال کالیفرنیا به خاطر چیز کاری بود. کجا بود؟ اوکی سن جوزه. به خاطر اینکه خودم خانمم تو رشته کامپیوتر چیز هست، ما به خاطر کار اومدیم. خانمم اول جاب آفری که گرفت تو رشته کامپیوتر، بله، 6 ماه زودتر اومد، 6 ماه بعد من اومدم که دیگه بعد جفتمون سالها مشغول کار های تک بودیم. پس با خانم آشنا شده بودی اونجا؟ بله ما کانادا ازدواج کردیم. ما از با خانمم از سال 1990 تورنتو که وارد شدین، تورنتو ما آشنا شدیم 1990. داستان دوست داری برامون بگی چجوری آشنا شدی؟ کوتاه میگم چون وقت برنامه تنگه، ولی خب ما آشناییمون یه کلابی بود که من خودم مهمون بودم تو اون کلاب. یکی از دوستای خواننده‌مونم از گنده میشناسن، ولی ما به هر حال اونجا آشنایی شروع شد و بعد از این خب ادامه پیدا کرد. بله نه دیگه گفتنش اجازه ندارم، یعنی باعث شد که ما با هم آشنا بشیم. به هر حال دو نفر خانم هم با دوستشون بود، ولی خیلی محترمانه، شب خیلی ریلکس و خوبی بود و ما محترمانه شب هم رفتیم و نه خیلی رفتیم، پسر خوبی بودی، کار بد نکردی. بله با ما به هر حال یه استانداردهای هر کار زندگی خودش، ولی منظور این که به هر حال قسمت بود. بعد از اون من متاسفانه یه مدت یا یه هفته بعد فکر میکنم سال 90 زلزله منجیل و رودبار پیش اومد شمال که من حدود 9 نفر از خانواده‌مون از دست دادم. آخه خدا بیامرزه که بعد از اون خیلی دوران سخت شد، ولی ما رودبار، رودبار منجیل، رودبار و رشت بود که نزدیک 100000 نفر کشته شد. بله خیلی زلزله بدی بود. شما ببینید من حالا مود برنامه نمیخوام عوض کنم، ولی کلا بعد از اون دیگه با خانم درگیر شدیم. گفتی بلند شو بریم لس آنجلس؟ نه به هر حال شروع کردیم به تحصیلات و درسمون و به هر حال 10 سال کانادا. رشته خودت چیه؟ رشته خانم من کامپیوتر انجینیرینگ، خانم هم کامپیوتر ساینس. بیوتیفول. بعد از اینکه فارغ التحصیل شدین لس آنجلس از کجا اومد؟ گفتم میخوام بخونم. خانمم به هر حال اونجا جاب آفری که پیش اومد، من فامیلای خانمم اونام خیلی هاشون توی کارهای تک بودن در سنوزه، بله، و به هر حال پیشنهاد دادن موقعیت و اون موقع هم سیلیکون ولی خب خیلی اتفاقات خیلی قدیه داشت میافتاد و همین الانش هم که میبینین دنیا رو تکنولوژی در سنوزه هست. خب از این طریق دیگه خانمم اومد و جاب آفر گرفت و بعدم چند تا کار خوب گرفت اونجا در کمپانی های بزرگ. خوب. مثل ات هوم نتورک بود که اصلا این مودم کیبل که اصلا اومد آیدیاش مال اون بود.
بعدم پروژه منیجر چندین سال اپل بودن و بله خودم هم یه کمپانی زدم که با انیسی و آی بی ام و زایلینکس وندرشون بودم برای کارهای چیزی استودیو کارهای مالتی میدیا میکردم مشغول بودم درست. که کارهای فیلم برداری و ادیت و اسپیشال افکتس و این داستان پس اصلا خودت بک‌گراند داری تو این کار بله بله ادیتینگ و ویدیو بله من یه مدت بود حتی دو سه تا اینترویو خونه خواهر یعنی خانواده آقای زاکربرگ رفتم که مارک زاکربرگ سیسل ریچارد و مندی مور و قرار بود تونی بلر هم بیاد که ولی اینا چیزایی بود که من دایرکتورشون بودم با کرو رفتیم و اینا رو براشون اینترویوشون ستاپ و ادیت کردیم پس شما خیلی اون بالا بالا بودی های راشید نه یه دورانی بود با مارک زاکربرگ وقتی راشید هنگ اوت نه خود زاکربرگ نه خونه نه خواهر زاکربرگ بود که دوست داشت اینترویو رو بندازه با سلبریتی ها و ما یه رابطه بگو فقط یه دونه امضا به ما بدن یا یه عکس با ما بگیرن ما گفته نمونه من چندین سالم با دوست عزیزم که زحمت‌های کار منم کلی کشید آقای آلن راد آقای ویدیوها در شمال کالیفرنیا خیلی زحمت کشید بر من و دوستی خوبی داریم همچنین اواخرم آقای سیاه از دوستان عزیزم در ایران که کارهایی رو که میبینید خیلی هاش هوای ما رو دارن و بچه ها یه مثل یه تیم مثل برادر شدیم میرسیم حالا بهش چون که میخوام درباره اونم ازت بپرسم من کامپکت میگم میدونم چون فرصت برنامه نه آره فرصت برنامه خوب کمه جدیدن اتفاقا برنامه رو داریم شورتر میکنیم که بیشتر بتونه ریپلی الان داریم به صورت استایل فست فود مثلا بهت بگم شاید 70 75 مایل در ساعت ما میدیم تو هایوی بالا 100 55 60 استودیو گفته یه ذره انرژی بدیم شهر میگه انرژی میخوام تو خودت بمب انرژی بذار بهت بگم چرا برنامه ای که یک ساعت یک ساعت و ده دقیقه خودت از همه بهتر میده بیشتر میتونه ریپلی داشته باشه تو تلویزیون و بین اینکرمنت های شوا یا مثلا برنامه های دیگه تو تلویزیون میتونیم بذاریمش بین سریال ها اینه که استودیو دعوامون کرد این چند هفته پیش چرا آقا همش یه ساعت و ربع یه ساعت و نیم نمیشه میخوایم اینو ریپلی کنیم گفتیم آقا چش مانعی نداره کنه میشه یه ساعت یه ساعت و ده دقیقه اینه که بالاخره به توافق رسیدیم خدا بشه بعد از دیگه مشت و جدال و شوخی میشه خب کی راشید رفت تو استودیو وقتی رسید به لس آنجلس چه سالی بود؟ سال 1999 بود من چی ضبط کردیم؟ من خدمت آقای جهانبخش پازوکی رفتم از اون اومد بودیم لس آنجلس با بزرگا کار کردیم جان بله دوستان آقای چشمازر آقای جهانبخش پازوکی بله و دوستان عزیز دیگه هم داشتم در شمال کالیفرنیا قبل از اون آقای خستبان و از اونجا هم برای آلبوم اولم که آغشته شد با دوستان دیگه آقای فرخ آهی بود آقای شیبانی بود آقای دیگه شهیاد عزیزم حتی فرشید امین دوست عزیزم به به صدا که تو کارمون دوستای صمیمی من بچا بله بودن در دوستان زیادی بودن اگه قلم این نظام عذرخواهی میکنم ولی به هر حال من خوش اقبال بودم که بتونم با دوستان عزیز از تجارب خوب و دوستی خوبی که به راه افتاد استفاده بکنم به هر حال این کاری هم که میبینید چند تا کار ماندگار مونده و نوستالژی شده به خاطر اینه که از بچه‌های خوب و با عشق و با دلمون کار کردیم و اون زمان خالص بودیم همه با هم دوست داشتیم کمک کنیم به هم دیگه من زمانی که آهنگ زنگ صدا دارم من شهیاد خودش آهنگ دلبر شیرین خودش بود شاید 6 ماه اومده چقدر قشنگ بود خیلی زیبا ولی محبت کرد ما اصلا باورتون بشه ما اون ملودی و کار قرار بود بریم چند ساعت با هم بشینیم اصلا جفتمون غرق کار شدیم صبح بلند شدیم میام آفتاب زده آهنگ زنگ صدا در اومد ببینم خواننده ای از بره استودیو نگاه کنه ببینه پنج صبح نشده نه باور کنید اصلا نه خب من خستگی راه هم بود از شمال کالیفرنیا درایو کرده بودم بعد محبت کرد شام خوردیم بعد اصلا شب تا شد صبح آره آهنگ زنگ صدا اونجا تکمیل شد دیگه تا صبح ولی انقدر غرق بودیم انقدر شهیاد جونم محبت کرد و بحثا از جون دل مایه گذاشت و همیشه ممنونش هم هستم به هر حال ببینید هر کاری که میگیره شما باید عوامل اون کار هم در نظر بگیرید باید نمک به قول چی میگن نمک شناس هم آدم باش به هر حال این دوستان که یه موقعی کار جلوه میده این به خاطر لطف و محبت هنرمندام هست که واقعا حال میدن بهت آف کورس ببین زنگ صدا که میگی زنگ صدا اونجا در اومده در استودیو آقای سیروس علی آبادی شاعر این کار و ازش متشکرم خیلی لطف یاد افتاده داشته به هر حال عذرخواهی میکنم اگر یه موقع بخواستم اینو بهت بگم زنگ صدا که در اومد زنگ صدای مدرسه هم همون موقع که تو تو استودیو تموم کردی زنگ صدای استودیو چی میگن مدرسه هم در اومده چون که میدونی که اگه یادت باشه
نمیدونم چرا همیشه یه نگرانی تو دل آدم هست وقتی نه. اگه یادت باشه 7-8 سالمون که بود مدرسه میرفتیم این زنگ اولو که میزدن همش آدم قلبش میزد آقا هومورکامو انجام دادم مشق شبامو نوشتم من اینجوری بودم و برسم به مدرسه آن تایم برسم اون موقع هم که دیگه اینجوری نبود بیان پدر و مادر با مرسدس و رولز رویز برمون دارن ببرنمون مثل امروز بچه ها لوس شدن ببرنمون مدرسه مثل امپراتور بیایم سوار چیز بشیم آقا باید وای میستادی لبه باس استاپ انقدر برف من تو نیویورک مدرسه میرفت حالا ایران که تا کلاس سوم چهارم بود همین بساط بود خودت بعد بلند میشدی لباساتو میپوشید حالا مادر دیگه خیلی لطف میکردن یه مقدار یه صبونه بود میخوردن آقا بوکبکتو مینداختن کوچولو را در بکن بیرون راه میرفتیم بله یا باسی نبود حالا نیویورک اومدیم یه مقدار باس امکانات بیشتر بود ولی همیشه اون هورهوره چی میگن دلهوره اصلا دلهوره هورهورم خوبه زنگ زنگ صدا که میگی این زنگ همیشه از بچگی تو گوش من مونده نه خدا رو شکر این مخصوصا الهی تب کنم و این آهنگ زنگ صدا خب تو خیلی از فریزای فیلمای ایرانی بود فیلم 20 بود آقای پریز پس فریز که دیدم آهنگ اونجا پخش شده بعد الهی تب کنم تو چند سری برای من فرستادن فیلم ها بود توی تئاتر ایرانی بوده که سریال ها حتی فریزاش استفاده میشه البته خب آدم خوشحال میشه که بدونه به حال این کار رخنه کرده و در دل مردم جای پیدا کرده ولی خب در نهایت بهره ای که ما میبریم شاید به همین مقدار باشه من به خاطر مشغولیت زندگی و خانواده و کار و یه سری مسائل مشکله ولی الان ارتباط یه مقدار با هموطن عزیز سخت‌تر شده درسته که اینستاگرام و فیسبوک و مسائل هست ولی باز اونم به دست یه سری تکنیک و افراد و اون سیستم و مافیا بازی اینا میدونه همه دخیله و متاسفم که مردم هنوز میگن آ این خواننده کجاست یادش بخیر چرا دیگه نمیخونه در صورتی که من بعد از این کار آلبوم دوم یه چیزی حدود 25-26 تا کار دادم بیرون بله و کارام که قابل توجه بود و مردم دوست داشتن کسایی که شنیدن ولی چون به گوش مردم به هر حال این فرصت و من این امکانات رو نداشتم به گوش مردم برسه حالا شاید کمکاری از خودم هم بوده ولی تلاشمونو میکنیم که به حال هر جوری به گوش مردم برسه دیگه ما هم همین رو گفتیم هی تو این چندین ماهی گفتیم آقای راشید کجاست چرا نمی تلفنی منو تو باهم صحبت می‌کنی سال درگیری مو که میدونی ولی حالا سال آخر درگیری رو پیش می‌رسیم بسیار بسیار چالنجینگ بوده بهت افتخار میکنم چون که انسان خوبی هستی کارت درسته برای عزیزانی که خب با شخصیت بربونه. پشت دوربین تو آشنایی ندارن راشید واقعا بهتون بگم افتخار آشناییشو من تو این دو سه سال اخیر که داشتم لذت بردم دوست بسیار خوبیه انسان خوبیه کارش درسته مرام داره قول و قرارش خیلی واقعا صد توی این موضوع من واقعا هرچی بگم کم گفتم برای اینکه آشنایی که من با هنرمندان دارم خب یه کادویه که خداوند 23-24 سال پیش منو تو این کار قرار گذاشت از برنامه گذاری تا به تلویزیون و افتخاری بوده با شما عزیزان با شما هنرمندان دوست باشم در پشت دوربین دوستیمون ادامه داشته و انشالله خواهد داشته میشه ولی میشناسمتون تا مقداری یکیو خب کمتر یکیو متوسط یکیو بیشتر ولی میدونم که خیلیاتون هنرمندای عزیز کشور ما در این 4-5 سال اخیر که قبل از اینکه بیام رو ایربت گفتم خیلی چالش داشتن بله. و حالا یا در خانوادهشون بوده یا خودشون بوده یا همسر عزیزشون که حالا درباره صحبت خواهیم کرد به حال بگم من نظرم اینه که با زندگی کنید افکار هر روزتون که بلند میشه سعی کنید اولین چیزی که به خودتون میگه امروز اجازه نمیدم هیچ چیزی منو ناراحت کنه چون به هر حال ببینید اتفاق میاد چالش هست چالش هست شما میرید به هر حال ولی اتیتود و مایند خود آدم که ست باشه خیلی مهمه که آماده باشید برای نبرد روزانه و زندگی به هر حال من خودم آدم قوی نیستم ولی خب میگن هر چیزی که یکی رو نکشه قوی ترم میکنه اینم بهش خیلی معتقدم و باید شما همیشه به نظر من زندگی رو قشنگ ببینید ولی با چالشایی که داره با دست اندازایی که داره از این دوتا پاها من همیشه میگم دیشب داشتیم مهمونی بودم صحبت
سلامتی شد، این دوتا پاهایی که ما داریم، همین که صبح بلند میشیم زنده هستیم و این دوتا پا رو داریم از رخت خواب بیان، میدونیم میلیون ها نفر در دنیا متاسفانه از رخت خواب نمیدونیم. یه پسر جوان استرالیایی داره افتاده به مردم داره همه رو مصاحبه میکنه میگه اگه من میخوام یه میلیون دلار، یه ارگانیزیشن هست میخوام یه میلیون دلار به شما بدین، داره چشاش واز شد میگه داره چی میگه چرت و پرت داری با من، یه میلیون دلار گفت ولی یه شرط داره، گفت چی؟ گفت فردا خواب پا نمیشی. حالا اون که چه 10 میلیون هم بدین بدتر طرف میگه ببینیم ما همه میلیونریم خودمون خبر نداریم. من همیشه میگم که سلامتی بزرگترین کادوی خداوند بزرگ و متعال و متاسفانه ما انسان ها قدرش رو نمیدونیم. حالا برمیگردیم به این موضوع، چون که این یه موضوعی که واقعا میخوام یک نکته بسیار مهمیه که ما باید با هم دیگه دربارش گپ بزنیم. آیا راشید اینسترومنتی هم میزنه؟ من ساز اصلی قدیمیم درام، یعنی همون جاز که میگن، و بله و سازهای پوستی که مثل ضرب و ضرب تمپو تومبا. این اکسپرتیزتون آقای راشید در چه حده وقتی که این دنبه زمانی خوب بود بخاطر اینکه با خواننده ها من زمانی که در تورنتو کانادا برنامه داشتم در همزمان که پرفورم میکردم هفتگی کنسرت های بزرگم که اومدم با اکثر خواننده هم خب باشون همکاری داشتم به عنوان میوزیشن. خب نگفته بودی این پرسی دو بودم واقعا نمیدونستم نپرسیده بودم. خب دیگه ببین واسه همین تلویزیون اینترویو میدونم بپرسی خوبه بالاخره. ببین یه چیزی بود من در باره تو نمیدونستم. اگر که اجازه بدی یکی دیگه از میوزیک ویدیو تو ببینیم، چون که چند تا میوزیک ویدیو یکی از میوزیک ویدیو رو من خودم به دلایلی خیلی علاقه دارم بهش، به نام من تنها. و این کارم خیلی سالهای پیش بوده، فکر میکنم بالای نزدیک 10 سال بیشتر شد. ولی یکی از کارهایی که خودم با آقای آلن راد نشستیم ادیت کردیم، ویدیوش هم کاراشو کردیم و امیدوارم که دوستان بپسندن. خب میریم با بینندگان عزیز میوزیک ویدیوی بعدی راشید عزیز رو میبینیم و برمیگردیم با شما عزیزان در استودیو. دستا تو میبینم به خودم میخندم، تویی که میگفتی عشق من میمونی، رفتی از پیش من چی شدر میبونی، من تنهام تو ولی میخندی، رو قلبم چشاتو میبندی، چطور میبندی معلومه کنارش آرومی، با فکرت میمیرم میدونی، چشمامو میبندم دستاتو میبینم، دستاتو میبینم به خودم میخندم، تویی که میگفتی عشق من میمونی، رفتی از پیش من چی شدم. خب بینندگان عزیز برمیگردیم با شما عزیزان، اینجا استودیوی جهانی تودی تی وی با راشید عزیز خواننده محبوب کشور. چقدر زیبا بود و یه سورپرایز هم به من گفتی که یه مقدار از کارهای میوزیک ویدیو رو خودت کردی، توضیح بده برام. من و دوستم آقای آلن راد ما جفتم یه پروداکشن حتی داشتیم که کمپانی که به نام سنچوری 21 ویدیو پروداکشن بود و این اکثر این ویدیوها رو من ایشون با هم دیگه شوت میکنیم، تنظیم میکنیم، شوخی میفرمایید؟
آخه من میشه هم از این طرف هنرمند هم از اون طرف هنرمند. من به خاطر تحصیلات این کار کردم. بله. من رشته کامپیوتر انجینیری که خوندم وقتی رسیدم به سنوزه من دیگری بعدی ما مالتی میدیا بود و نزدیک 3 سال و نیم 4 سالم برای یه کمپانی کار کردم که توی کرامفور امریکا پخش میشه. من ادیتور بودم. درسته. خب خیلی مهمه. من دیگه سلیقه‌ای که خودت میتونی به عنوان یک هنرمند یا خواننده به خرج بدی در میوزیک خیلی کارهای بیشتری میشد کرد، ولی خب باید مارکت جواب بده. کسی یه هنرمندی که زن و بچه داره، زندگی داره، خرج داره، همه اینا رو با جوابگو باشه، می‌دونی شاید دیلا رو باید بدی تو آمریکا. ولی مسیر درآمد جاییه که یه هنرمند قرار نیست یه بیزینسمن خوبی هم باشه. نه خیلی این یاد داشته باشید. به هر حال می‌دونم مشکله. امکان داره یکی حالا به هر حال کاری به هنر و معیار، من عددی نیستم که بخوام کسی مثلا سنجش معیار هنر کسی رو بخوام باش نمره بدم، ولی در نهایت هستن خیلی از هنرمندانی که خیلی قابلیت‌های زیادتر و جایگاه بهتری باید باشه، ولی خب اچاف میشه تو مسیر درست اون جریان نیستن. جسای مسیر در میاد دیگه. آقا این برو به چه مسیر پرخش و خواب خارش زیاده. نه واقعا افتخارآمیزه برای که من میدونم چقدر چالنجینگ تو زندگی خیلی از شما هنرمندان. واقعا همینطوری که گفتی یک ور زندگی پرایوت خانم بچه‌ها هستن، یه ور بیزنس، بعضی ما یه دونه یا دو تا بیزنس دارین ماشاءالله. خب خرج زندگی هم وای نمیشه. بعد از یه طرف هم حالا تازه باید بیای پرابلمای شخصی و زندگی و پرابلمایی که باید سالو بشه، بعد از یه طرف هم میمونه خوانندگی، انترتینمنت و شو بیزنس. حالا بدبختی من اینه که البته خوشبختی یا بدبختی نمیدونم. من به بچه‌ها میگم ببین مالتی تالنتد بودن زیاد خوب نیست. هنرای زیاد. چون من از اون نمیشدم، می‌خواستم. من خب مربی تکواندو بودم. بله. دان 4م 1982 مثلا گرفتم، جوان‌ترین مربی تهران بودم تو زندگی که داشتم. بلندتر بگید. چون برادرم ایشون مستر بود توی چیز و اصلا از ارتش جزو کسایی بود که تکواندو رو آوردن چیزای شخصی. برادر دیگه هم از جمشید که در همین علیسه بیهو، ایشون هم فعالیت داره، نزدیک 200 خورده شاگرد داره. ایشون هم پیشنهاد داد بیا مثلا باشگاه بزنیم، من درگیر باشگاه بزنم. بعد دارم تو کار های تک بودم، بعد کانستراکشن هم دوست داشتم، کارهای پیکسر آپر میکردم. خلاصه دیدم نه عجب آش شل قلم واقعا. خلاصه دیدم اگه یه دونه جا من مونده بودم خیلی وزن بهتر بود. خلاصه من یاد همیشه حرف بروسلی میافتم، یه فریز خیلی معروف بروسلی خیلی فریز خوبی داره، میگه جمله معروفش اینه که میگه من از یه اپوننت، یعنی کسی که مقابلشه، حریفش، میگه از حریفی نمیترسم که 5000 تکنیک بلده، میگه از حریفی بیشتر میترسم که یه تکنیک رو 5000 بار زده و بلده استفاده به وای استفاده کنه. حالا جریان ما به قول معروف بذار یه دنده برو. منم میدونی که بزرگترین آیدلای زندگیم بروسلیو و سیلوستر سالون هم که ما مدتم و 7 سالگی مامان گذاشت کاراته و شنا و ژیمناستیک و بعدم دیگه بدن سازه. بنظرم من حرفای زیبا رو باید از دل تجربه دیگران کشید و اپلای کرد و داخلش کرد به زندگی شخصی خود. خیلی کمک میکنه. برام میگن یه شخصی واسه اولین بار رفته یه کلم دید. کلم. دیگه برگنه. اولین برگشو کند، بعد زیرش یه برگ دیگه رسید. میگه زیر اون برگه یه برگ دیگه بود. خلاصه همچه وقتی رسید به تهش برگا تموم شد، متوجه شد که خب چیزی اونطور نیست، گفت شاید اینو کادش کرد. همه چیزی میکنه به همونه. خلاصه میگه کلم فهمید که بابا کلم مجموعه همین برگاست. حالا حکایت زندگی ماست. ببینید حکایت زندگی ماست. آره ببینید میگه حکایت اینه که ما روزایی که زندگی رو تونتون ورق میزنیم مثل این برگ کلم، فکر میکنیم چیه چیزی اون وره روزا خوابیده و پنهون شده، در صورتی که همین روزا اون چیزیه که باید، همین چیزایی که باید دریابیمش، درکش بکنیم و چه میدونم افسوس که دیر میفهمیم. مهره ها رو دیگه برای خاطر مسائل ساده و پیش و پا افتاده واقعا هرس می‌خوریم که باید درست در روز، در هفته، در ماه، در سال چیده بشه. و تمام برمیگرده به اون منیجمنتی که ما توی زندگیمون روی این مهره ها داریم. خودت اگر که برگردی و فکر کنی درباره کریر این 20 25 سال اخیر، خب اولین شرکتی که اول باهاش شروع کردی کار کردن کی بود؟ پارس ویدیو. پارس ویدیو بود. من. بعد چه سالی بود؟
یادت میاد 1999 ما اولین قرار دادیم اون موقع هم که میدونیم برو بیای پارس بله، و شرکت ترانه خیلی هم هنوز چالنج های خودش هم اون موقع داشت خب بله. یه جوری دیگه بود فرمت ولی خب بازم سخته خب. دوست داشتی کار کردن با پارس ویدیو رو؟ بله خدا اگه خدا روح آقای کریپوش شاد باشه و ایشون ما رابطه خوبی داشتیم حتی برای خیلی از خواننده ها ایشون طبع شعر خیلی خوبی داشت خانمشون هم خیلی زحمت کشیدن توی این پروسس دختر گلشون یه بیزینس خانوادگی بود بله ایشون هم طبع شعرشون خیلی خوب بود و هر از گاهی که اتفاقا ناگفته نمونه شعر خورشید خانم از یادگاری از آقای رئیس شرکت پارس بود خودش و برای آقای قمیشی چند تا شعر گفتم برای خیلی از خواننده‌های مطرح شعر گفتن و جالب اینجاست که هر از گاهی ما با هم اختلاط می‌کردیم یا به من یا به فرشید امی همیشه میگم من شما دوتا زنگ میزنم چون میدونم دوست دارین و اختلاط میکرد لطف میکرد خودش البته خب ایشون خودشون خیلی باسواد بودن و یادمه که یه روز ما یه بحث شعر و کلماتی پیش اومده بود دنبال معانی بعضی چیزا میشیم در آفیس آقای کبیرپور پارس ویدیو خدا رحمتشون کنه آقای خدای منوچهر سخایی بله ایشون اونجا چقدر من اونجا پی بردم آقای منوچهر سخایی انسان باسواد و یه هنرمند واقعا باسواد اصلا من میخکوب شدم دیدم چقدر با اطلاعات و روحشون شاد باشه به حال این دوران قشنگی بود ما با خیلی از افراد خیلی از هنرمند رو برخوردن و تجربه اونا و توی توری که داشتن 2002 به انگلیس و آلمان و دبی که از طریق آقای شبخیز بود در رابطه ولی ما اونجا با خیلی از هنرمندان از نزدیک بودیم خاطرات قشنگی در اون چندین هفته بود از اندی جان بود، شینی بود، پویا جان بود، فرشید جان بود، دیگه آقای عارف بود، شهرام شبپره بود بعد. دیگه خدمتتون عرض کنم، خانم سوزان روشن بود و چند یکی دو نفر دیگه هم بود ولی اینقدر من خانم هم برده بودیم و خیلی خاطره قشنگی موند برای ما و اون خاطره تو ذهن سفرت جالب و بله خیلی البته کیف خانم تو انگلیس زده تو انگلیس؟ بله ولی خب منظور این که مجموعه این کارا آدم درسته که شاید شما از نظر بیزینسی و درآمد یا اونجوری که باید خودتو به مردم برسونی پشت پنجره بذاری اتفاقات همه جا نیفته ولی ما در کنار خودش به عشق این که یه عده کوچیکی هم بیان لذت ببرن از این کار برای ما هنوز خوبه یا خاطراتی که خودمون میسازیم برای ما ماندگاره ماندگار و جالبه چند تا سوال های اینترستینگ و شخصی ازت دارم خطری نباشه که... ها؟ خطری نباشه ببین اتفاقا اینجا شوهای من کانتروورسیاله ولی امروز نمیدونم چرا چون که دوست دارم زیاد سوالای سخت برات انتخاب نکردم سوالای بیشتر انترتینمنتی و هلت و فیتنس و اینا برات انتخاب کردم چیزی نیست پارتی بازی بوده نه فکر کنم آدم شرولی نیست چیزی نمیدونم در نمیاد بابا خودت خلاص همین اتفاقا چون که آدم خوبی هستی من سوالای خوب انتخاب کردم نه خارج از شوخی در موقعهایی که تو استودیو نیستی آهنگ زمزمه نمی کنی هابیات چیه؟ هابی داری؟ بله هابی راشید چیه؟ به غیر از موزیک من هابی من کانستراکشنه ساخت و سازه دوست اصلا بهش میگی هابی پس که به عنوان کار نمی بینی؟ جانم نه من عاشق کانستراکشن من زمانی هم که تو کار های تک بودم یه چیز همیشه به کارهای فیکس راپر و تمام اون ریمادل کنم آقا بری مثلا من هم کمپانیی که دارم زدم که من خیلی کارهای میجوری مادلنگ های بزرگ کردم ولی از سال 2015 دیگه اصلا چون من سه بار راستش از هوش رفتم و به هاسپیتال رفتم به خاطر پشت مانیتور بودن شوخی نکن و به قول قدیمی ها یا تکنیکی میگن که ما برندات شده بودیم به خاطر کامپیوتر ساعت های زیادی که و من به بیشتر از دو سه ساعت که جلوی مانیتور و کامپیوتر میشستم حالم بد میشد و بلک اوت میشد از هوش میرفتم و سه بار اتفاق افتاد که دیگه دکتر به من گفت ببین چون زمان بک‌گراند تو ورزشی بوده، آدم فعالی هستی، هنرمندی، داد میزنی، میخونی اینا، این چیزی، این تو رو چیزت کرده، به قول من رو جوست دیگه گرفته این کار، تو نشستن تو این پشت بدنت باید فعال باشه و از اون موقع من چون کار کانستراکشن رو دوست داشتم ادامه دادم و الان هم خدا رو شکر ناکنده ولی شغل دینه دیگه، شغلم الان اینه و دوست دارم در اورنج کانتی هم الان حسابی فعالم چند سال الان تو کار رو خدا رو شکر
من اگه بخوام اونجوری حساب کنی که من خیلی سال من کانادا کلا ولی به عنوان شغل و جاب 20 25 ساله بیشتر بیشتر 30 ساله در سال ولی به طور مستمر هر روزه و آفیشیالی و رسمی از سال 2015 دیگه کمپانیمو که اصلا زدم کورپوریشن میدونی که بعضیا بیلدر بودن لندلورد بودن خود نه من دوست دارم من اصلا عاشق تغییرات هم ولی من دلم رو زد راشید تو اون 6-7 سال اخیر حالا کسایی که منو میشناسن از اتلانتا بیلدر بودم ساختمون ساز بودم حتی خونه آخرم هم ساختم یه نیم مایل با خونه گاورنر جورجیا تو باکده جورجیا فاصله داشت دلم رو زد یعنی دیگه انقدر بارون و شل و گل و کارگرها انقدر اذیت کردن کار ساده نیست من فشار خونم از اون موقع قرصام ببین بعضی شبا می اومدم زیر دوش آب سرد وای می سادم فقط نگاه می داشتم حدوداً یه 5-10 دقیقه آب سرد بهم بخوره استرس هم اینجا بود خب یا باید تو اون فیلد وایسی و یه خدای نکرده یه صدمه ببینی یا اینکه باید خودتو نجات بدی به هر حال ببین کار ساده نیست ولی هر کاری رو که شما میخواید توش موفق بشید باید اون باید پشنت باشی در موردش اون عشقت کاملا. اون کارو داشته باشی من کاش اون کارو دارم با همه سختیاش قبول کردم ولی مسئله مهم اینه که گزینه دیگه ای نداشت من دوست داشتم کار اولم خوانندگی بود ولی متاسفم که دیگه یه جایی رسیدیم دیگه صدا مهم نیست سر صدا مهم به حال بدونید باید شما مثل یه بیزینس این قضیه رو نگاه کنید نه خیلی خواننده‌های خوش صدا داریم ماشاءالله دمشون هم گرم خیلی هم عالی ولی خیلی میتونست بیشتر از اینا حقمون ادا بشه به خاطر مارکتی که راه افتاد به خاطر اون پشت صحنه و مسائلی که هست و نشدیم به همین هم داریم به قول معروف با مردم بودن بسنده میکنیم شما دیگه خونه نمیسازی ولی خب دمت گرم میای هنرمندا رو میسازی بهشون حال میدی و این خوبیش اینه که به هر حال ما یه دوربین یه طریقی هم حالا ولو هر چند نفرم باشن یه روزنه‌ای داریم که بتونیم یه درد دلی با دوستان بکنیم یه حالی بکنیم حرفی بزنیم درد دلمون رو بگیم و امیدم هم اینه که همیشه ما پیام آور سلامتی و شادی هستیم برای همه عزیزان و کسایی که ما رو میبینن این اولین به قول خواسته ماست و دلیل سندش هم اینه که اگر غیر از این بود خوشحالی شما برای ما مهم نبود ما این کار سالهای سال پیش ول کردیم کاملا میرفتیم دنبال همون کاری که میتونه ازش ذوق و شوق مردمه که شما میبینی آهنگ میگیره میزنن این کار بیشتر هدیه است میریم زحمت میکشیم پول خرج میکنیم شما فکر میکنی یک سنت از فروش آلبوم دست نه دیگه مثلا شما آلبوم هم که میری دستی کمپانی شما فکر میکنی چیکار میکنه شما پول میده خیر میگه اینجا رو امضا کن اینجا رو امضا کن شماره شناسنامه پدر جد و آباد همه رو میزنن میشه این متعلق به اون کمپانی بعد میگه حالا کجا میتونی بخونی کجا نخونی شما دیگه یه اسیر میشید حالا به هر حال چند تا سوال ازت دارم وقتمون کمه خودت میدونی ورزش میکنی ورزشکار بودم ولی این روزا کمتر ولی قراره دوباره برگردم به روالاتی آشپزی میکنی بچه رو عاشق آشپزی این برای من مدیتیشن تاپ 3 فیوریت فودز ایرانی عدس پلو خب عدس پلو هم کجا اومدیم مثلا عاشق عدس پلو هم دوست دارم خب زرش پلو هم دوست دارم اینا همش پلو شد بابا بعد دایبیدی چیکار کنم دیگه دوست داشتن با چی برات خوبه فرق سومی مثل یکی رو میگفت که دوست داری گفت فلانی میخوام فلان مثلا فلان چیز دوست دارم مثلا چه میدونم جنفر لوپز آلی حکی میگفت خب میگفت ولی خب نمیتونم بگیرم حالا دایی بیتی هم ما جریان ما اینه ببینید غذایی رو دوست داری ولی خب دوست داشتن با مراعات کردن فرق میکنه غذای سبانی چیه؟ طبیعتا قرمه سبزی اینا دوست دارم ولی خب این دوتا فیوریت ها معمولا خودت اکسپرت چی هستی که درست میکنی؟ اکسپرت چی هست؟ من تو اکثر غذای ایرانی خوبم خدا رو شکر خانمم هم هست دیگه سند داره و با خانم وقتی تو آشپزخونه هستین معمولا چی درست میکنین؟ گوتوتون چیه؟ حلوله هر چی دستمون باشه این توی یخچال باشه ببینیم تصمیم میگیریم توی یخچال چیه اواخر من تا حالا فقط فسنجون درست نکرده بودم که درست کردم مورد شدید تایید خانم قرار گرفت چون که نوتیس کردم راشید عزیز همسر عزیزشون اینجاست سهر عزیز درسته و خیلی زیباست که دوتا پارتنر انقدر قشنگ در کنار همدیگه سالیان ساله گفتی از 1990 این اگه اشتباه نکنم میشه 34 سال نه بله 34 ساله در کنار همن انشالله که تمام کاپل ها در دنیا
تمام زوجها بتونن یک زندگی زیبا و قشنگ اینجوری فرم بدن در کنار هم دیگه و بزرگ شن با هم دیگه در کنار هم دیگه. میدونم که دو تا بچه داری. بله. بچه‌ها چند سالشونه؟ دارن 20 ساله و 17 ساله که میرن 18 و میرن 21. البته پسر دختر دو تا پسر دو تا پسر دست گل. اسمشون چیه؟ رایان دانیال. به به دانیال خودمون. به به. خب ببینم با بچه‌ها ورزش هم می‌کنید؟ یه دوی بچه‌ها یه سنی هستن که خب می‌دونین چه جوریه دیگه، تینیجرن، ولی گاهی گداری بیشتر با هم مسافرت‌های کوچیک بزرگ می‌ریم. خدا رو شکر دوست دارن با ما بیان، چون همیشه از بچگی خاطرات خوب داشتن با ما بودن و مسافرت‌ها. بچه‌ها علی کاراته بازی هستن مثل پدر؟ نه متأسفانه گذاشتن، ولی زیاد کاری نکردن. کاراته به کارتون کاراته به کارشون نه کاراته به کارشون نمیاد. آره فرستادن اتفاقا پیش داداش همون یه چیز ما هم میرفتیم، ولی خب بعد دیگه کانکت نکردن، ادامه ندادن. ولی پسر بزرگم عاشق سرفینگ و سکین بوردینگ هستش که یاد گرفته. جایی هم که هستی میدونی که جای سرفینگه. بله، خوراکش لگونا نگر لگونا بیچ در اورنج کانتی اینجا در کالیفرنیا. چقدر زیبا سوغن. اجازه بده یه میوزیک ویدیوی دیگه ببینیم. بازم باید سوال دارم. و سوال اصل قضیه چی بود؟ آهنگ اصل قضیه زنگ صدا اگه اشتباه نکنم. من که بی صبرانه در این اینترویو و یاد قدیم میکنیم و منتظر این لحظه بودم، چون که خودم میخوام بلند شم. بینندگان عزیز، آهنگ زنگ صدایو از راشید عزیزم میبینیم. برمیگردیم با شما عزیزان در استودیو. دارم با عاشق میشم، این بار چه شد فرق داره، این دفعه با اون دفعه طرز نگات فرق داره، وقتی با هات حرف میزنم میمیرم آب میشم، بجوری دست باچه میشم، رنگ مهتاب میشم. زنگ صدا تو دوست دارم، مثل آرائیه برق چشا تو دوست دارم، تو دوست دارم آفتابیه. آقا من دارم میخونم دیگه، بیا حداقل با من بره چشو آفتابیه. آقا من عاشق این آهنگم، زنگ صدا تو دوست دارم. نکنه میخوای تو هم خواهد خب بهت گفتم که
اوکیه من بیام تو مارکت راشید فکر میکنی؟ برای چی خوندن؟ پس چی پا برای راه رفتن؟ خب معلومه برای خوندن من این روزا من این روزا میدونی چی تعجب میکنم شهرام جون این روزا اگه کسی خواننده نشه تعجب همون دیگه یعنی اگه خواننده نشه مخصوصا اگه اینجا در لس آنجلس باشه اون بیشتر مطرح میشه و معروف آقا من روک و راست بهت بگم من میخوام بیام تو مارکت انیوی امسال من قبلا هم رو شوهای قبل من باید یه آهنگ بدم تو شما تشریف بیارین بعد ما شما رو اینترویو کنیم فرض کن جوامون عوض بشه آره دیگه چقدر زیبا میشه روز به خاطر داشته باشی این روز یادتون نره این شو رو یادتون نره چقدر این آهنگ قشنگه هنوز من عاشقانه دوستش دارم hands down بهت میگم is my number one favorite song از شما بعدش خورشید خانومه بعد خورشید خانوم البته اون آهنگ گرفتار الهی تاب کنم هم زمان خودش و هنوز به نظر من خیلی ریسپاندای خوب گرفتن و کامنت های خوب میگن خب من این لول میگم من بین 53-54 تا ترکی که دادم باورتون بله. بشه یا نه بله خب همش هر جا میرم همه ناخودآگاه آهنگا رو میخوام بزنم چه تو موقع اینترویو چه به هر حال هر خواننده هم شما نمیکنه اکثرا آهنگای هیتی که میدن نمیتونه مثلا خواننده هر کی رو شما بگید 500 تا آهنگ خونده باشه که هستن شما وقتی برمیگردید به مجموعه آهنگای مگاهیتی که اتفاق افتاده و مردم شدید اسیر شدن مثلا انگوش شمار این آهنگ بهت بگم اون موقعی که در اومد هت بود 10 سال پیش هت بود 5 سال پیش هت بود امروز هت 30 سال دیگه هم به خدا این آهنگ هته چون اصلا نمیتونی تو جاد بشینی فقط میخوای برقصی واقعا امیدوارم که و... هیچ کی سر جاش نشینه همه بلند شن برای شادی تبریک میگم زنده باشی من آی لوف دیس سانگ یه دونه البته یه دونه که چت کن چندین مسیج رو تلفن من دیدی که قد اعصابم خورد میشه وقتی اینو میذارم اینجا هی وایبریت یعنی 100 تا مسیج میاد واقعا از حالا لطف دارن بینندگان ولی یک بیننده ای از آتلانتا کازن خود بنده هپنز تو بی آقا بذار حقیقت رو بگیم که میگن این موی راشید جان حقیقیه چرا اینقدر ایشون خوشگل و خوشتیپ اصلا چرا اینقدر خوشتیپ حقیقیه من مجازی آقا چرا اینقدر خوشتیپ آقا الان که پیر شدید بریم حضور ما خجالت میشه اگه تو پیری پس پیرا کجا برن چه جوری اینقدر تو خوشتیپ شدی وضعیت هم نکن ببین میگن یکی رو بخواد خرابش کنه زیاد ازش تعریف دارم حقیقت رو میگم بعد جواب بدی آقا خوشتیپ ندیدین شما هنوز ما کوچیک چرا دیدین بغل اون نشسته حالا جریان موها چی بگو که شک خدا رو شکر دیگه این ارثیه بعد سفیداش هم هرسیه ببینم بذار من چک کنم نه بینندگان عزیز این موها حقیقیه هم موهای تو حقیقیه هم موهای فرزان دجو هنرپیشه و کارگردان لژندری کشورمون حاضرم آقا فرزان هم مسابقه بدیم این دوتا موهیه که ببین همه شک دارم بهش میدونی چند نفر چند صد نفر از من پرسیدن شما در تلویزیون فرزان دجو هستی آیا این موها حقیقیه یا نه میگم آقا به خدا حقیقیه به بلای ما که ندیدیم این کنده بشه یا ریموف بشه رو سر حالا جریان موهای تو حالا ببین آدم کچل هم باشه ولی خوش شانسی از همه چی مهمتر خوش شانسی سمد آقا خب خیلی دوست دارم که در این لحظه هر هنرمندی هر خواننده‌ای هر هنرپیشه‌ای معمولا یه چند تا فیورت داشته بچگیاش اگه خیلی دوست داری خلاصه بهمون بگی هنرپیشه‌ها و خواننده‌های آمریکایی که دوست داشتی از بچگی کیا بودن؟ از بچگی؟ دو سه تا فیوریت داشتی دیگه. بله. هنرپیشه و خواننده. خب زمان اون موقع من دوست داشتم پیشتازان فضا رو نگاه می‌کردم. مثلا مستر اسپاک رو دوست داشتم. خب بعد وقتی هم عجب می‌رسیدیم به هر رفیق می‌رسیدیم اینجاشو می‌گیریم. یا می‌وادن جای ما رو می‌گرفتن مثل اسپاک. بعد خدمتتون عرض کنم. خواننده چی؟ خواننده ها تام جونز رو دوست داشتم چون صفحه داشتم گروه بانی هم یه صفحه داشتیم یه مال داشتیم بعد التون جان رو دوست داشتم گوش میدادم بله و خب تام جونز خیلی صداش رو داشتم مایکل جکسون رو دوست دارم و خیلی هم بهشون ارادت داریم و از نظر دنیا هنری ولی خب مثلا صدیقه از نظر که بشن فرانک سیناترا رو من خیلی دوست دارم خلوت خوش میدم بعد این چند نفری بود که خیلی زیاد بیشتر از حد بهشون
دوستان خواننده‌های ایرانی چی تاثیرگذار فیوریت خواننده‌های ایرانی چی بود کیا بودن دیگه به هر حال دوست نداری بعضی از هنرمندا میگن نه نه من دوست دارم چرا مگه میشه 10 سالشونو بگو نه ببینید من زمان من 10 سالی که برنامه اجرا کردم در تورنتو در کاباره از آهنگایی که عزیزان هنرمندا و پیشکسوتای ما بودن من خوندم آره دیگه آف کورس و خیلی هنرمندا اینجوری شدن دیگه روش بله خب من اون موقع از آقای دروغ چرا معین خیلی از کارشون استفاده کردم دوست داشتم و آقای ابیر یه سری کاراش بود که من بعضی خواننده‌ها ایرم که می‌بینم شاید مثلا خیلی مگاهیت نباشه ولی یه کار میدن بیرون اون یه دونه کار خیلی زیباست من اون یه دونه کار عاشقش میشم دوست دارم ارادت پیدا کنم به اون خواننده یعنی حتما نباید مگاهیت باشه همه دوست داشت ولی از خواننده مثلا مرحوم هایدر خیلی دوست داشتم اتفاقا تو ماشین داشتیم میومدیم با خانم باز گوش میکردیم داشتم روی شاد ازش تعریف میکردم عجب آهنگه خود شاد دو سه بار اون یه دونه آهنگ گذاشت و به هر حال ببینید هستن خواننده‌هایی که یه کار میدن واقعا تو قلبت میشینه کدوم قسمت‌های دنیا میوزیک ویدیو ساختی فیوریت هات بوده در کدوم نقاط دنیا شهرهایی که میوزیک ویدیو ساختی واقعا حال کردی دوست داشتی اونجا رو و برمیگردی دوباره به اونجا میوزیک ویدیوهای من اکثرا در خب بیاد در همین ساوتن کالیفرنیا بودی یا شمال کالیفرنیا شور کدوم رو بیشتر دوست داری اگه بخوای بری نور تو صحرا یا کلیف بغل دریا یا تو خونه منزل منچنی بوده کدوم بیشتر من اونجوری به قضیه نگاه نمی کنم که بنم تو نیچر کار چی من میگم یه آهنگی رو که دوست دارم و میشینم چالنجش میکنم ببینم اون ویدیو برازنده اون آهنگ باشه پیراهن دوخت تن و قشنگ کاملا برای فیت اون کار باشه بخوره مثل با اون قضیه کروات و پیرن بخوره امکان داره یه جا باید باشیم 20 نفرم آدم باشن و بیان و خیلی هم پروداکشن بزرگی باشه ولی مثلا شما توی خلوتت بری مثل آهنگ من تنها رو خیلی دوست داشتم چون کارش خودم که دو ماشین بود کسی هم نبود خودم و اتفاق دو سه نفر بودیم و اتفاقات همه انیمیشنی بود ولی آهنگ من تنها تو ولی میخندی اونو مثلا خودم شخصا دوستش دارم کنسرت هایی که داری در راهه میدونم که درباره صحبت کردیم در قبل از برنامه اگه ممکنه اینجا اناونس کن میدونم که کنسرتی در راه داری من خدمت عرض کنم البته برای 23 مارچ در تورنتو کنسرت داریم و دارم یعنی اونجا برنامه شنبه 23 مارچ شنبه 23 که برای عید دیگه مارچ برای عید بله احتمالاً برای 23 مارچ کجایی سیوم مارش هم البته در اورنج کانتیه در هایت هتل هستش که البته یزد پارتیه که اینا هر ساله به حدود بین 300 تا 400 نفر از پیش همه ممبر هستن و چیز دارن که افتخار سال دومه برای برنامه البته اون شب اسی جون هم در کنار من هستیم و افتخار هم کنید اسی هر جای بیاد در هر مجلسی بیاد کلی نمک اضافه میشه آقا نمک و اکشن و خنده و دوست داشتنی و میدونی حال بده است و از جون و دلم با هم میخواد این خیلی مهمه آدم خودش باشه این خیلی مسئله مهمه برای خدا رو شکر که برنامه هست و یه دوتا برنامه پرایوت دارم که قراره این آهنگایی که صحبتش کردیم تا کی نظرته که بیاد به مارکت در این چند ماه والله این قبل از خیزش آماده بود فقط منتظر وکال من بودم من به احترام بچه‌ای که تو خیزش اتفاقاتی که افتاد نتونستم این کارو بدم بیرون 4 تا کاره و 3 تاش یعنی کار شاده در اصل ولی به خاطر اتفاقی هم که بعد از خیزشم اومدم این کارو بکنم و بدم بیرون درگیری مسئله شخصی شده که خودتون خبرتید که دوست دارم دربارش اینجا اتفاقا جاشه که صحبت کنیم دربارش راشید عزیز مقداری گرفتار مصیبت‌های شخصی بود بازش میکنیم موضوع رو موضوعی که در شوهای من دربارش صحبت میشه سرطان همسر عزیزشون سحر گریبانگیر سرطان سینه اگه اشتباه نکنم و چیزی که میلیون ها خانم های ایرانی و خانم های دیگر خارجی در دنیا گریبانگیرش هستن یکی از کنسرهای اتفاقا میدونی که معروفه و ما در این شب خیلی درباره هلت و فیتنس و کنسر اینا صحبت میکنیم و بسیار بسیار چالنجینگ بود دلیل اینم که نمیتونست این 6-7 ماه تلویزیون بیاد و در کنار ما بشینه در استودیو خب چالنجایی بود که
واقعا نشون دادی که یک همسر نابغه هستی، فداکار هستی، در کنار همسر عزیزت قرار گرفتی و اون لاو و سپورت و مهر و محبتیه که یک دوست، یک همسر، یک خانواده، یک رفیق، هرچی اسمشو میتونیم بذاریم در این زوج زیبایی که شما دوتا با هم دیگه دارید، افتخار میکنیم بهت که تونستی در کنار همسرت. اگه ممکنه توضیح کوچیک برامون بده. چشم. به هر حال من در این باب یک سال 2023، خب این تقریبا 9 یا 10 ماه گذشته بیشتر من درگیر این برنامه و خب این خبر متاسفانه کیموتراپی و بعد دیگه بعد من وقتی که متاسفانه شنیدم، چون برای اولین بار بود آدم میشنوه و ناشناخته است و خیلی چیزا مسائل دیگه هم به همراه داره، آدم نمیدونه با چی طرفه کامل، ولی چون تو فرصت برنامه نیست من دو سه تا مسئله رو در این رابطه با کانسر و سرطان که در خانواده ها پیش میاد به عنوان کسی که خودم داخل این گود بودم و با همسرم با بچه هم چیزی رو که میتونم بگم عزیزانی که خدای نکرده اگر به این مسئله دوچار میشن و درگیر این مریضی میشن، اول از همه با همه سختی هایی که هست اینا امیدوار باشین و روحیتون رو حفظ کنین، قبول کنید که این اتفاق افتاده، دینای نکنید، چیزش نکنید که اصلا نه توی حالت اینه که من قبول نمی کنم و اینا نیست. ببینید برای هر کسی میتونه اتفاق بیفته و وقتی شما وارد میشی میبینید چی خدر افراد دیگه هم هستن که اینجا درگیرن، میلیون ها نفر. ولی یادتون باشه من مسئله اتفاقی که میفته باید افرادی که دچار این مریضی هستن، خانواده ها، خیلی مهمه که مثبت باشن و مسئله ساپورت و پشتیبانی بزرگترین دبایی که از همه چی میتونه و امیدوار نگه داشتن مریض تا آخرین لحظه، هیچ موقع امیدتون از دست نده. من بچه هم خب براشون سخت بود، بروز نمیدادن، یادم یه مدتی نگفتین حتی شما به بچه هم، ما هیچ که نگفتیم. ولی بعد از این من خانمم که خدا رو شکر وقتی که تو این چلنج رفتیم و جنگیدیم باهاش و که موتراپی هایی که انجام شد موهاش از دست داد، اینا لحظات آسونی نیست و نخواهد بود، بسیار مشکل. ولی ما ته قضیه به خاطر اون آماده‌ای که آماده بودنی که یه جا به خودمون گفتیم که دیگه این اتفاق افتاده و دو تا چاره بیشتر نداریم، یا باید بشینیم مصیبت بخوریم تو سر خودمون بزنیم، یا باید نفس عمیق بکشیم بریم اینو چالش بریم به استقبالش و سربلند بیرون بیایم. بس هر جون جوونم هستن سنشون اگه بله ببینید در حال سر مسئله اینه که ببینید اطراف دور و بر 50 که شما میشید به حال شما همزمان یه چیزی هم بهتون بگم یکی از چیزایی که در سینه دچار سرطان میشه اینه که شما خیلی از استرس ها از غم و غصه ها رو اینجا میگن کاملا یادتون نره استرس و غم و غصه یادتون نره استرس و غم و غصه ما انقدر پژوهش کردیم همه این داستان ها ولی یادتون نره که بزرگترین کارخونه دوا و دکتر خود بدنه که میتونه بسازه باتون در غذا البته 100% در تغذیه خیلی مهمه ولی مهمتر از اون روحیه خوب خندم مهمه راشیدا ببینید سعی نکنی حالا خندتون نمیاد یه چیز خیلی خوشگل هست که من به خانمم همیشه میگم میگم ببین اگر میخوای هر روز شاد بمونیم ما باید سعی کنیم دیگرانو بخندونیم این یه عاملی میشه که شما توی حوزه خنده باشید دیگرانم بخندونی ناخودآگاه خودت هم میشه سنسازیومه رو سارکازم و اینا دیگه خیلی مهمه یه جرنی هم هستش که تو سحر عزیز را میندازید تا چندین ماه آینده دوستان بله دوباره بله من خانم هم بعدش حالا مستکتمی کرد دبل مستکتمی کرد سیناشوری موف کرد و اینا چیزایی بود چالنجایی بود که ما وقتی رفتیم خیلی تجربه کردیم و دلمون ما آدم هایی نیستیم که جار بزنیم و از یه مسئله استفاده یا سوء استفاده بکنیم ولی با خانم هم تصمیم گرفتیم که ما این قضیه رو بشینم تمام اتفاقاتی که افتاد به صورت یه حالت داکیومنتری درست بکنیم با عکس و ویدیو و اتفاقایی که افتاد چه چیزایی میتونه تاثیرگذار باشه آمد. چه چیزایی که برای افرادی که خدای نکرده اگه دوچار هستن همینطوری که ما خیلی از چیزایی که دوستان عزیز و عزیزانی که دور و بر ما بودن حتی همسایه‌هایی که برای ما اسکیجول غذا گذاشته بودن امریکایی بودن و خیلی کار قشنگ و زیبایی هر دفعه که اسکیجول کرده بودن غذا میومد در بعد میدونستم ما درگیریم مثلا با بچه‌ها نمیتونیم غذا درست کنیم کارت غذا میوردن پیتزا میوردن اصلا ما اون لحظه چی میگن it's not a life threatening احساس میکنی it's life changing مسئله کانسر و
اگر اینجوری به قضیه نگاه بکنید، شما به جای اینکه احساس خطر بکنید، احساس عوض شدن و قوی تر بودن. قوی تر بودن، عشق و مهر و محبت. یادتون نره باید قوی باشید. و اون چیزهایی که واقعا در زندگی ارزش داره. 100%. وقتمون کمه، کاشکی وقت بیشتر زیاد داشتیم. دوست دارم که مسیجی که به تمام جوانایی که الان برنامه رو میبینن، حالا هر سنی هستن، میوزیک رو دوست دارن، شعر زمزمه میکنن، هنرمندن، آهنگسازن، خوانندن، میخوان بخونن، چه از بیسمنت خونهشون، چه از استودیوشون، چه در ایران نشستن، در ایران الان دارن ما رو میبینن یا در کشورهای دیگه، مسیجت برای این بچه ها که ذوق و شوق موزیک یا این جوانهایی که ذوق و شوق موسیقی دارن چیه و مسیجت برای فنها چیه؟ زبده از فنام شروع کنم، ازشون تشکر بکنم، چون اینایی که همیشه به من لطف داشتن و دارن این فنای واقعی هستن. یعنی دوچار توهم تبلیغاتی نشدن. آره. راشید به خاطر راشید دوست دارن، چون میدونن اگه راشید یه مقدار خاک خورده ولی هنوز بکر مونده و علی‌رغم اینکه هنوز کارهای جدیدم دادم شاید به گوش خیلی هم نرسیده، هیچ مهم نیست، همونجور که عرض کردم کم باشه ولی با کیفیت باشه. کاملا. این چیزی که من خیلی تشکر میکنم از عزیزانی که به من لطف دارن، از طریق پیغامایی که میدن، مسیجایی که میدن، دوستای نزدیک دور، همه عزیزان. در رابطه با بچه‌ها که گفتی، بچه‌های عزیز و مثل بعضیشون دیگه مثل پسرمون یا مثل داداش کوچیکمون، ولی هیچ موقع نذارید کسی ذوق شما رو کور بکنه. اگر شما واقعا پشنتلی از ته قلبتون این قضیه رو بهش نگاه میکنید، برید دنبال اون آرزوتون و هر روز لیوان قسمت پر لیوان نگاه کنید. این یادتون نره همیشه. خیلی مهمه. و امتحان کنید، چون تا امتحان نکنید نمیدونید. اگر امتحان کردید نشد میگه حداقل امتحان کردم، ولی اگر امتحان نکنید همیشه این سوال براتون پیش میاد که اگر علامت سوال اگر من این امتحان میکردم شاید این اتفاق میافتاد. نذارید علامت سوال بود، ولی در کنارش همیشه یه شغلی که بتونه ساپورتتون کنه، بتونه خودتون و ضمانت شغلی خودتون و افراد و آینده خانوادتون رو داشته باشه رو از نظر دور نکنید، چون این در این حال این بیزینس بیرحم هم هست و ماندگار برای همیشه نیست. خیلی افراد از هر شاید هزار نفر یک نفر تداوم پیدا کنه، بیشتر شاید بیشتر هزار نفر، ولی همیشه هنرتون رو به عنوان یک شغل اصلی، این نظر منه، بهش بها بدین، وقت بذارین، یکی از هابی‌های بزرگ زندگیتون، ولی متاسفانه در دنیای ایرانی این بیزینس رو باید اینجوری ببرید جلو. لیمیتد دیگه. دیگه متاسفانه مخصوصا خارج از کشور که هستی، واقعا بهتون میگم خوانندگان و تحصیلاتتون رو بکنید، بیزینستون رو بکنید، ولی بهتر میتونید اتفاقا خوراک بدید به کارهای جدیدتون. من الان وسعم میرسه، دلم بخواد حتی برای دل خودم یه موزیک ویدیو برم $10,000 خرج کنم، یه دونه آهنگ بدم، یه ویدیو بدم، همین کما اینکه دارم تیکه تیکه میدم. البته الان گرونتر هم داره میشه، بدتر شده، ولی معلومه که چون ما خودمون تازه این کارو این پاس خرجش این حالا یعنی دیگه برو بالا، تازه تمام نصف کاراشو میکنی، هنرشو داری. 25 بند عزیز اینجا بود، همون چیزی که بهت گفتم، ایدل و تمی عزیز خیلی هنرمندن، من جمله خودت، کارهای ادیتینگ، کارهای ویدیو، فوتوگرافی، درس، آوتفیت، اصلا ایتس اینکردیبل که چقدر هنرمندای عزیز کشور ما خودشون یه سری کاراشون هم انجام میدن. بله، با مارکت محدود. بله، میگه خارج از کشورین خب لیمیتد برای 3-4 میلیون ایرانی. ببین این ویدیوهایی که مثلا ما درست میکنیم یا کارهایی که میکنیم همین مشابهش اگر امریکایی‌ها درست بکنن، حتی دمشون کار اصلی رو اونا دارن میکنن، ما چیزی نداریم که بخوایم ارزش اندام کنیم، ولی اونا با حداقل شاید 20 برابر کادر فنی و وسعت مالی فراوان این کارو میکنن. باها دارن برای 340 میلیون جمعیت، تازه بقیه دنیا رو هم جمع کنی، آهنگای مدونا و مایکل جکسون و بیدلز و نمیدونم ما یاد خلبانای ایران افتادن با پارتایی که گیر نمی اومد برای این پروازای هواپیما هما، یکی از شعارهای قشنگش که داده بودن خلبانا و واقعا هم درسته، میگم ما با بالهای بسته پرواز کردن هنر است. ببینید الان مسئله اینه که ما به هر حال یادتون نره همیشه لپ کلام اینه که همیشه یه ناخدای خوب توی دریای طوفانی همیشه بله خودش نشون میده. یادتون باشه آماده اگر چالش خدای نکرده در زندگیتون هست، مثل یه ناخدای خوب برید و سعی کنید که
کتمان نکنید و سینه رو بدید جلو. من آدم قوی نبودم و نیستم، ولی وقتی که رسید به جایی که واقعیت قبول بکنم، من وقتی که به خانومم میگفتن اولین بار دکتر گفت کیمو که میکنه این اتفاق میفته، مار میریزه، بعد امکان داره کیدنی فلان، اصلا همینجوری که گفت من چشام سیاهی رفت، حالم بد شد، برای چند ثانیه اصلا عوش رفتم، نمیتونستم نرماله به حال اصلا نمیتونستم قبول کنم. ولی بعد از اون یه روز نشستم، خانومم نبود، نشستم پنهان، نمیدونم تا عمرم من خیلی بد دیر گریه میکنم، ولی یه روز نشستم حالم بد گریه اینا، ولی اونجا دیگه تصمیم گرفتم تصمیم تو بگیر، باید یه پدر یه شوهر قوی باشی برای خانواده‌ات، به قول معروف واسه دیون میخوای چیکار کنی. ما 6 سال با سرطان پدر عزیزم دیل کردیم و خوشحالم که امروز سر رو بالش میذارم، میتونم هر کاری که من، مادر، خواهرها، خانوادهمون براش بود براش کردیم و اون قدرت و استرنت و اون سپورت سیستم رو ما بهش دادیم و برای همینم هم قرار بود 3 سالم کنن، 6 سالم کردم. اینه که همیشه باید آدم اپتیمیستیک باشه. حالا اون سرطان خیلی خطرناکی بود، این خیلی کنترولبل تر، منیجبل تره و بیشتر مردم عمر عادی میکنن و انشالله که همیشه سلامتی باشه، شادی باشه در تمام خانه ها، هنرمندایی مثل تو بتونن شعرها و آهنگ های زیباشون تاریخی هست و جاودانه بمونه و کارهای جدید و زیبات که به مارکت میاد. مرسی که امروز اومدی، از دوستیت متشکرم، از شخصیتت متشکرم و انشالله که همیشه شادی و سلامتی و پیروزی و موفقیت باشه. بهم قول دادی که برمیگردی بازم درباره این مطالب صحبت خواهیم کرد و انشالله در آینده نزدیک. برای بینندگان و عزیزانی که امروز در شو بنده با ما بودند، متشکرم. از هر کجای دنیا که برنامه رو میبینید، من شان شهرام پیرالی هستم، فیسبوک، اینستاگرام همون شان شهرام پیرالیه و برای عزیزانی که برنامه رو میس میکنند، میتونید تا حدوداً 1 هفته 10 روز بعد در یوتیوب خود بنده همون شان شهرام پیرالی میتونید سابسکرایب کنید و برنامه هایی که میس کردی رو ببینید. تا هفته آینده با تشکر بسیار از سمیرای عزیزم در اتاق فرمان و فرزان دلجو مدیر استودیومون، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. اگر که دوست دارم در این لحظه اگر که مسیج آخری هم داری بده، که میدونم که همش عشق و مهر و محبتی باشه. نه نه، آخر مسیج آخر هم از صمیم قلب به حسن و به پاینده ایران، امیدوارم که بچه های ایران و ایران عزیزمون یه روزی به آزادی باشه که با آزادی که میخواییم برسه و این برنامه زیبا رو از آسمان آبی قشنگ خودمون داشته باشیم. خدا پشت و پناه جوانای ما و آینده ایران باشه به امید خدا. آینده و زنده باد ایران، زن، زندگی، آزادی. تا هفته آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. چشای تو هوشم و ازم گره، همه وجودم و ازم گره، نگاه تو منو آتیشم زده، آخه همه چیزم و ازم گره، نگاه تو منو آتیشم زده، آخه همه چیزم و ازم گره. عاشق شدم و دیوونه شدم، نمیدونی که چه حال من بده، جونم واسه تو، عمرم واسه تو، دست تو بیا به دست من بده. چشای مست و خوشگله داری دل منو از جا میکنی، داری دل منو از جا میکنی، تو مثل پری قصه میمونی، تویی که دلمو کردی زندونی، به دل تو وابسته شد دلم، همیشه عاشقتم اینو میدونی، همیشه عاشقتم اینو میدونی. عاشق شدم شدم، نمیدونی که چه حال من بده، جونم باست تو، عمرم باست تو، دست تو بیا به دست من بده. عاشق شدم و دیوونه شدم، نمیدونی که چه حال من بده، جونم واسه تو، عمرم واسه تو، دست تو بیا به دست من بده.
تو چشای مست و خوشگله، داری دل منو از جا میکنی، داری دل منو از جا میکنی. عاشق شدم و دیوونه شدم، نمیدونی که چه حال من بده، جونم واسه تو، عمرم واسه تو، دست تو بیا به دست من بده. عاشق شدم و دیوونه شدم، نمیدونی که چه حال من بده، جونم واسه تو، عمرم واسه تو، دست تو بیا به دست من بده.